سلام، ماتریکس چیه؟ ماتریکس یعنی ساختار و کنترل. من میخوام تو این ویدیو بر اساس تجربیاتی که خودم داشتم با ساختار و سیستم‌های اطلاعاتی مختلف برخورد کردم و همچنین با تصاویر فیلم ماتریکس براتون توضیح بدم که ماتریکس چی هست. اگه دوست دارید اینو بدونید این ویدیو رو تا آخر ببینید. اما این ویدیو در مورد مسائل سیاسی نیست و در مورد مسائل سیاسی تو فیلم ماتریکس هم یه ویدیوی دیگه بعدا میذارم که لینکش رو در این بالا قرار میدم. ماتریکس همه جا هست، اینجا، بیرون، در تلویزیون، در کار، در کلیسا. ماتریکس ساختاریه که بر این دنیا حاکم شده. دنیا پرده‌ای شده که ما نفهمیم برده هستیم. ما در زندانی به دنیا اومدیم که متوجهش نیستیم. کدوم حقیقت؟ که تو یک برده ای نه. بذارین همینجا تا دیر نشده یه نکته ای رو بگم. اون دیجیت های سبز و اون علامت های سبزی که توی فیلم میبینیم اونا ماتریکس نیستن. اونا به یه موضوع دیگه ای اشاره میکنن که در مورد اون یه ویدیوی بعدن میسازم و این بالا قرار میدم و شما میتونید به اون ویدیو رو هم ببینید. طی یک عملیات کامپیوتری نیو از دنیای خودش یا همون داخل ماتریکس به دنیای دیگه منتقل میشه که مورفیوس و افرادش در اونجا قرار دارن. شاید خیلی فکر کنن که ماتریکس یه دنیای خارج از این دنیا و یه جای دیگه داره، مثلا یه مکانی در زیر زمین یه جای دیگه وجود داره که به اونجا میگن خارج از ماتریکس و دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم ماتریکس. ولی اینا نباید اشتباه کرد، چون که اینا فقط یه نمادایی است که توی دنیای فیلم و داستان ازشون استفاده میشه. در دنیای واقعی میتونم براتون بگم که ماتریکس و غیر ماتریکس در یک جان و داخل همدیگر، یعنی همون جایی که ما داریم زندگی میکنیم هم میتونیم داخل ماتریکس باشیم هم میتونیم بیرون ماتریکس باشیم. برای خارج شدن از این ماتریکس ما فقط باید به یه سری اطلاعات ساده دسترسی داشته باشیم که این اطلاعات رو سعی میکنن توی دنیا سیستم اطلاعاتی کنترل کنن و هر کسی به این اطلاعات دسترسی نداره. میتونم به صورت ساده بگم که ماتریکس و غیر ماتریکس یه دیدگاه که توی ذهن ماست. اگه ما دیدگاهمون متفاوت بشه و این اطلاعات رو در اختیار داشته باشیم سبک زندگی عوض میشه و اگر اون اطلاعات رو داشته باشیم مثلا که زندگی عوض بشه از این ماتریکس جدا میشیم و به یک حالت دیگه میریم. یعنی میشه گفت که ماتریکس یک حالته، یک وضعیته، یه چیز ذهنیه که ما میتونیم هم داخلش باشیم هم خارجش و در این حال میتونیم در یک مکان باشیم و همه اینا ربط داره به یک سری اطلاعاتی که آدم ها در اختیار دارن و بعضی در اختیارشون ندارن. مورفیوس به نیو میگه که انسان ها رو تبدیل کردن به یه باتری و این باتری رو نشونه و منظورش اینه که آدم ها برای زندگیشون یه برنامه ریخته شده. یعنی صبح تا شب هم باید در این مکان خاصی باشین، از بچگی برای شما برنامه‌ریزی شده که به پیش توانستانی بریم، مدرسه بریم، بعد دانشگاه بریم، بعد سر کار بریم، بعد برای بقیه زندگیتون هم یه جایی آماده کردن به نام خانه سالمندان یا هر چیزی که. یعنی میشه گفت که آدم ها رو براشون یه برنامه تعیین کردن که زمان زندگیشون برای خودشون نباشه، به خودشون فکر نکنن. و اینکه وقتی شما 8 ساعت 10 ساعت در روز میرین سر کار و کل سال باید کار کنین و همه آدم ها باید برن سر کار و کارخانه هایی که اونا ساختن باید پر از کارگرایی که بشه که براشون کار کنه، یه جوری فکر کنم این حرف رو قبلا شنیدین که میگن ما آدم ها در پایین ترین پله فراماسونری نیروی کار این سیستم هستیم. یعنی این مثلث در پایینش ما آدم ها قرار داریم و این کار شما فراهم میکنیم و خب یه جوری این حرف همون مورفیوسه که داره میگه ماها رو مثل باتری در نظر گرفتن که از انرژی ما استفاده کنیم. یعنی ما هر روز بریم کارخونه های ما رو چرخش رو بچرخونیم و کار کنیم و کالا تولید بشه و پول دریافت بشه و زمان ما برای اینو استفاده بشه و همه اینا در خدمت سیستمیه که داره از انرژی انسان ها استفاده میکنه. ماتریکس چیست؟ ماتریکس یعنی ساختار کنترل. این همون برنامه جامعیه که از طرف سیستم‌های بالاتر
برای جامعه انسان ها ریخته شده. این سیستم ها رو میتونین آدم فضایی ها، جنیان، ایلومیناتی، فراماسونری یا هر چیز دیگه که دوست دارین بنامین، ولی در نهایت همشون یه چیزه و اون سیستمی که جامعه انسانی رو داره کنترل میکنه. من خودم به شخصه اسم شری و جنیان رو بیشتر برای این ترجیح میدم، به خاطر اینکه تو کتابای دینی و ادبی قدیم این کلمه بیشتر استفاده شده و ریشه تاریخی بیشتری داره. خیلی از شماهایی که دارین این ویدیو رو میبینین احتمالا حرفای منو قبول نمیکنین و پیش خودتون میگین که تو دیوونه شدی، مگه میشه؟ یعنی چی؟ و کنترل کجاست؟ ما که آزادیم. و خب در جواب باید حرف مورفیوس رو بگم که به نیو میگه که هر ذهنی که به بلوغ رسیده رو نمیشه آزاد کرد. کسایی که بیشتر از 25 یا 30 سال دارن تمام میشه گفت تمام چیزهایی که تا حالا بهشون خورونده شده رو قبول کردن و به بلوغ رسیدن و همه چی رو باور کردن، دیگه اونا رو نمیشه آزاد کرد و خیلی سخته که یه ذهن بالغ رو بخوایم آزاد کنیم. ولی من این ویدیو رو ضبط کردم برای کسایی که با این مسائل آشنایی دارن، یعنی که سنشون کمتره و میتونن این موضوعات رو درک کنن و بپذیرن. توی یکی از صحنه‌های فیلم می‌بینیم که در ابتدا چراغ قرمز رو نشون میده و توی اون چراغ قرمز یک آدم رو نشون میده که قرمزه و بعد از اون شروع میکنه به راه رفتن در یک جمعیتی از آدم ها که همشون افرادی هستند که در جامعه کار یا شغلی دارن و با لباس های رسمیشون اونجا حاضر شدن. تو این صحنه به صورت نمادی میخواد بگه که انسان تو این جامعه، تو دنیای ماتریکس، تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم انسان نیست، یعنی که ما آدم ها برده ایم. آدم هایی که نشون میده همه کاراکترهای اجتماعی دارن، مثل دکتر، مهندس، معلم کلیسا، نمیدونم بازرگان، پلیس، به همه آدم ها که با لباس رسمی اونها نشون میده میخواد بگه که اینا رو مثل برده برنامه‌ریزی کردن و بهشون یه موقعیتی رو تو جامعه دادن و این آدم ها باید به صورت خیلی برنامه‌ریزی شده هر روز برن سر کار، برگردن و اون کاری که بهشون گفتن انجام بدن و هیچ وقت فکر نمی‌کنن و آزادی ندارن و از اون چارچوبی که براشون گذاشته شده بیرون نمیان. یکی از استادای جامعه شناسی داخل ایران حرف قشنگی میزنه، میگه که ما آدما انتخاب نمی‌کنیم، برای ما هزاران مدل ساختن که ما داخل این مدل‌ها انتخاب میشیم. میلیون ها مدل ساختن که شما محکومید بر مبنای اون مدل زندگی کنید، فکر میکنید دارید انتخاب میکنید، انتخاب دارید میشید. ما مجبوریم یکی از این مدل ها رو انتخاب کنیم. هیچ کدوم از اون مدل ها به صورت کامل با شخصیت و ذات ما یکی و مچ نیست. ما باید خودمون برای خودمون تعیین کنیم که چی کار کنیم چی کار نکنیم، ولی وقتی که این مدلی رو برای ما انتخاب میکنن و ما میریم داخل اون مدل، یعنی ما انتخاب میشیم، ما انتخاب نمیکنیم. و این نکته خیلی جالبی که تو این صحنه بهش اشاره شد، هر کسی که ذهنش آزاد نشده یک قسمتی از سیستم ماتریکسه. کسی که هنوز نفهمیده ماتریکس چیه و چجوری دارن انسان‌ها رو کنترل میکنن، به صورت بالقوه یکی از ماموران این سیستمه و میتونه برای سرکوب دیگران ازش استفاده بشه. برای اثبات حرفم که تو این دنیا برای ما برنامه‌ریزی شده، میخوام به یک قسمت از فیلم اشاره کنم که مامور اسمیت به مورفیوس میگه که این نقطه اوج تمدن شما بود، ولی وقتی که ما شروع کردیم به فکر کردن به جای شما و برای شما برنامه‌ریزی کردیم، این شد نقطه اوج تمدن ما. پس به صورت خلاصه میگم که ماتریکس یک ساختار کنترل و یه برنامه‌ایه که برای زندگی ماها ریخته شده و ماها وقتی به دنیا میایم داخل این سیستم هستیم و ماتریکس رو آرمان قبول میکنیم. حالا براتون چند تا مثال میذارم که چطوری این ماتریکس به ذهن ما منتقل میشه. وقتی شما به بچه‌تون میگین که برای پیشرفت و آینده باید بری مدرسه و از اون اول اون سیستم رو بهش میقبولید، وقتی بچه شما به شما میگه که من نمیخوام مدرسه برم، من علاقه به مدرسه ندارم و قبول نمیکنه، ولی شما بهش میگین که مدرسه جایی که هر کسی باید برای پیشرفت به اونجا بره و بهش میگین که شما باید از 7 سالگی بری مدرسه و تو مثلا 20 سالگی بری مثلا مدرسه و دانشگاه، این خودش همون جاییه که ما توی ماتریکس قرار داریم و اون سیستم رو قبول کردیم و به نسلهای بعدی هم داریم منتقلش میکنیم. وقتی که بچه شما سن پایین داره مثلا 3 یا 4 سالشه و
شیری که از مغازه میخریم و میخواییم بهش بدیم و قبول نمی کنه و از طعمش خوشش نمیاد، یعنی که بدنمون به صورت طبیعی تشخیص میده که این ماده براش مفید نیست، ولی شما بهش میگین که نه شیر مفیده، باید شیر بخوری. و این چیزی که بارها بارها از تلویزیون و رادیو رسانه ها شنیدین و قبول کردین و بچه‌تون رو مجبور میکنین که این کار رو انجام بده و اونم عادت میدی، یعنی که شما توی ماتریکس هستین و دارین نسل بعدی هم داخل ماتریکس قرار میدین. وقتی شما میرین قرارداد کاری رو امضا میکنین که تا 30 سال برای یک اداره کار کنین و هر روز 8 ساعت داخل اداره باشین، 6 روز هفته برین سر کار و 30 سال به صورت قراردادی توی شرکتی کار بکنین یا سازمان کار کنین، یعنی که شما توی سیستم ماتریکس هستین و شما برده این سیستم هستین و قبولش کردین. میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم. چرا هر کسی باید 5-6 روز هفته رو بره سر کار؟ چه نیازی داریم ماها که دائما هر روز باید کار کنیم در سیستم های دیگه؟ و این در ما تعیین شده، یعنی اینکه ما خودمون تصمیم نمیگیریم. چرا ما فکر میکنیم که هر کسی میخواد تو زندگیش پیشرفت کنه و به علم برسه باید دیپلم بگیره؟ مگه بزرگان ما مثل ابوعلی سینا و رازی و نمیدونم انیشتین، خیلی دیگه در گذشته اونا مگه دیپلم گرفتن؟ خیلی از اونا اصلا مدرسه نبود اون موقع، اونا خودشون مطالعه میکردن و اتاق مطالعهشون دانشگاهشون بود، جایی بود که همه چیز اونجا یاد میگرفتن. پس ماها توی ماتریکس، این موضوعی که خیلی مهمه. منم توی سیستما درس خوندم، منم دیپلم گرفتم، منم 12 سال به مدرسه رفتم، اما چی یاد گرفتم؟ مثلا حافظ قرن هشتم بود، سعدی قرن هفتم بود، یا معادله درجه دو میشه x رو علاوه به x علاوه سی فلان. نمیگم که هیچ اطلاعاتی از مدرسه آدمو دریافت نمیکنه، ما از مدرسه خیلی اطلاعات دریافت میکنیم، ولی این اطلاعات چه به درد میخوره، چه کجای زندگی ما کاربرد داره؟ من که هیچ کاربردی از اینا تو زندگی خودم نگرفتم. واقعا چیزایی که یاد گرفتم تو مدرسه هیچ وقت به دردم نخورد، فقط یه سری اطلاعات بود، تو زندگی کاربردی نداشت. در قسمت دوم از فیلم ماتریکس، یعنی توی چپتر دوم، به این موضوع اشاره میشه که ماتریکس یه اشکالی داره. وقتی که نیو میره پیش سازنده ماتریکس یا معمار سیستم که توی فیلمش میگن آرشیتکت بهش میگه که سیستم ماتریکس یه معادله متوازنه و نجات دهنده این دنیا همون توازن یا همون عامل نوسان یا نامتوازن شدن این سیستم، و میگه که این سیستم یه مشکلی داره. نیو اشاره میکنه که این مشکل همون انتخابه، ما توی زندگیمون دنبال انتخاب هستیم و قبول نمیکنه که کسی برای ما یه چیز رو از قبل انتخاب کرده باشه. حالا میخوام به این موضوع اشاره کنم و اینو براتون بحث کنم. معمار یا آرشیتکت این سیستم میگه که توی برنامه ما فهمیدیم که اگر به آدما یک انتخاب، یه حق انتخاب داده بشه که توی نزدیکی مرز بین خودآگاه و ناخودآگاهشون از این انتخاب با خبر باشن، 99% این آدما سیستم ماتریکس رو قبول میکنن و این سیستم میتونه 99% آدما رو برای خودش بکنه، یعنی اینکه 99% آدما برده این سیستم میشن. و اون انتخاب همون بعضی از اون انتخابایی که ما توی مسیر زندگیمون داریم، مثلا انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخابات ریاست جمهوری و خیلی چیزایی دیگه که ما آدما به صورت ناخودآگاه خیال میکنیم که اینا انتخابایی که به ما داده شده، در صورتی ما حق انتخابی نداریم. اینا فقط یک مدلایی که برای ما گذاشته شده و ما خیال میکنیم توی این سیستما داریم انتخاب میکنیم، ولی به صورت سیستماتیک و مهندسی شده ما رو توی این انتخاب ها سوق میدن به سمتی که خودشون میخواد. شما فقط به این نگاه کنید که توی یه جامعه همه آدم ها میخواد برن مهندس یا دکتر بشن، پس انتخابی وجود نداره. از قبل از طریق رسانه و فیلم ها به صورت ناخودآگاه تو ذهن همه ما قرار دادن که ماها باید مهندس یا دکتر بشیم و این بهترین شغله. پس ما انتخاب نمی کنیم، ما هدایت میشیم، لید میشیم، یعنی به یه سمت یه چیزی فرستاده میشیم. از اون وقت وقتی میخوان انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنن، چه تو ایران، چه تو آمریکا، چه تو همه کشورهای دنیا، ابتدا میان مثلا اون کاندیداهای مورد نظر خودشون قرار میدن و بعدش هم با
یه سری کارهای تبلیغاتی آدم ها رو هدایت میکنن به سمت اون کاندیدایی که خودشون میخوان. پس ما از طرف این سیستم ها داریم کنترل میشیم، هیچ حق انتخابی برای ما وجود نداره. در فیلم ماتریکس نمادی از آدم های عادی هم قرار داده شده. در قسمت سوم از فیلم ما یک خانواده هندی رو میبینیم که کاملا درون ماتریکس هستند و اون رو قبول کردن و برای اینکه بچهشون پیشرفت کنه میخوان از کشور خودشون اونو به صورت قاچاقی به یک جای دیگه بفرستن. و حالا اینو من تیکه فیلمش رو براتون پخش میکنم، اما میخوام به این نکته اشاره کنم که ما توی ماتریکس از یک مکان دیگه اگه بریم مکان دیگه بریم هیچی عوض نمیشه و ما آزاد نمیشیم. ماتریکس داخل ذهن ماست، اون سیستم و برنامه‌ای که به ماها یاد دادن از بچگی و ما قبولش کردیم. اگه ما بخوایم از این سیستم آزاد بشیم ما باید طرز فکرمون و دیدگاهمون نسبت به این دنیا عوض کنیم و اگه از یه جای به یه جای دیگه بریم ما آزاد نمیشیم. من علی فرهنگی هستم و این شبکه میستریزه. من توی این شبکه فیلم‌های سینمایی رو نقد می‌کنم و به مسائل سیاسی دیگه می‌پردازم. اگه دوست دارین این ویدیوها رو ببینین این شبکه من از اینجا سابسکرایب کنین و ویدیوهای بعدی من رو در لحظه دریافت کنین. در آخر ویدیو میخوام دو تا ویدیو دیگر که در مورد فیلم ماتریکس درست کردم براتون قرار بدم که اونا یکی از ویدیوهایی باشه که برای ویدیو بعدیتون نگاه میکنین. اگه دوست دارین یکی از ما انتخاب کنین و در ادامه اونو ببینید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.